در برنامه از زن بیننده قرار داریم امیدوار هستم که تایدن برنامه را بیننده بوده باشین و یک سلام مجدد با اوید که تازه با برنامه پیوستن و در در بخش برنامه باز هم مهماندار هستم و در کنار ما مهدی راساخ وکیل پارلمان میدان وردک است که در رابطه با روند انتخابات میدان وردک صحبت میکنیم و سلام آقای راساخ خوش آمدین به برنامه و صحبتان بخیر سلام بر شما و بینندگان های محترم تلویزیون تان صبح همه مردم ما به خیر صبح شما بخیر خیر تشکر از اینکه برنامه را شما گرفتین و این فرصت بر ما مساعد ساختین سپاس گذارم سلامت باشین تشکر راست در ابتدای ای را بگوین که روند انتخابات میدان بردک را چگونه از یابی میکنین؟ تشکر من پیش از اینکه روی میدان بردک بیم از همه کسایی که در راستای برگزاری انتخابات تلاش کردند سپاسگزاری میکنیم به نمایندگی از مردم افغانستان مخصوصا از نیروهای امنیتی نیروهای قهرمان امنیتی تشکر میکنیم و درود میفرستیم بر روح پاک شهدا شهدا نیروهای امنیتی و از کمیسیون انتخابات تا حدی که تلاش های صورت گرفته برای شفافیت پروسه انتخابات از اینا تشکری میکنیم و امیدوارم ادامه پروسه همچنان با شفافیت پیش بره و نتیجه خوبی مطابق توقع مردم افغانستان گرفته شود بعد انتخابات در ولایت میدان وردک تا جایی که گزارش هایی که ما داریم کدام تقلب بسیار گسترده صورت نگرفته انتخابات تا حدی که زمینه مساعد بوده خوب برگزار شده اما متاسف برای از ازی هستیم که به دلایل امنیتی هم همه مردم ای ولایت نتونستن اشتراک بکنند در انتخابات و متاسفانه تعداد زیادی از ولسوالی های ای ولایت تحت تسلط طالب در اختیار حکومت نیست یا بعض از ولسوالی ها فقط ساختمان ولسوالی در اختیار و حکومت هست که ما متباقی همه ساحه و قریجات محلات در اختیار طالب و می دلیل میزان اشتراک مردم بسیار پایین بوده بسیار پایین بوده اما شاید در کل پنج فیصد کسایی که ثبت نام کردم نداریم که اینا اشتراک کرده باشه در انتخابات و یک نگرانی بسیار است چی فکر میکنید حضور کمرنگ مردم در انتخابات چقدر تاثیرگذار گذار است روی انتخابات چون که تنها ما ولایت میدان ورده نمیگیم که حضور کمرنگ مردم بود در نقاط بیشتر کشور مردم با دلیل نامنی نتونستند برند با پای صندوق های رای و رای خود را استعمال کنند این چقدر تاثیر گذار است در روند ملی؟ البته یک مسئله ای که باید روش توجه شود ای که یک تفاوت بسیار برجسته و کلان بین این انتخابات بین آمار این انتخابات و انتخابات های قبلی است یک از عواملی است که در انتخابات های قبلی ای این آمار غیر واقعی بوده ای آمار خیالی بوده ای آمار واقعیت نداشته من وقتی بررسی میکنم اگر انتخابات به صورت شفاف مخصوصا در امی ولایت میدان وردک در دوره های قبلی هم برگزار میشد شاید کم تفاوت می داشتی اما به دلیل که نامنی بیشتر شده شاید یک مقدار آمار پایین می آمد اما دلیلی بلند بودن آمار در انتخابات های قبلی آرای خیالی بوده آمار خیالی بوده از این جهت زیاد جای نگرانی نیست این بار شفافیت تونسته که آرای خیالی را جلوش بگیره و آمار پایین بیا اما در کل واقعا جای نگرانی نیست به خاطر که شما می‌بینید در سطح افغانستان امو انگیزه نیست که مردم همه مردم در انتخابات اشتراک کنه یک چون اعتبار و اعتماد مردم نسبت به انتخابات از بین رفته مخصوصا انتخابات نادلانه و غیر شفاف پارلمانی اعتبار مردم سلب کرده که مردم با دید مثبت به طرف کمیسیون به طرف انتخابات نمینگره احساس من او تاثیر که باید رای ما بر سرنوشت ما داشته باشه و تاثیر نداره عوامل بیرونی است که انتخابات ها نتیجهش رقم میزنه یک دلیلی به اعتباری است و دلیل دیگر نبود امنیت و نبود زمینه است که مردم اشتراک نمیتونند در کل جای نگرانی است یک تعداد زیاد مردم خودشان اشتراک نکردن انگیزه ندارن که کارشو باید مردم به این باور برسند که خودشان میتونند سرنوشت خود را تعیین بکنه اما تعداد زیادی از مردم که به دلایل ناامنی از حق خود محروم شدن قطعا باید بر از نام زمینه مساعد شود و اینا بتوانند اشتراک کنه تا واقعا اراده ملی سرنوشت ساز باشه برای سرنوشت افغانستان تعیین کننده باشه و همه مردم از این حق خود مستفید شود بله راست در مورد از این بگوین که بیشتر مردم نتونستند که برن رای خود را استعمال کنند و قرار است که حکومت جدید تشکیل شود به نظر شما این مردم که نتانستن رای خود را استعمال کنند و در سرنوشت کشور سهیم باشند اینا چه قرار میتونن که دولت یا حکومت که تازه به وجود میایه را بپذیرن؟ متاسفم که در افغانستان در موارد زیادی بر مردم افغانستان تحمیل شده خلاف خواستهای های مردم خلاف اراده مردم مسائل برای مردم افغانستان تحمیل شده و مردم افغانستان هم به باور هستند که وابستگی های سیاسی وابستگی های اقتصادی و مالی سرنوشت افغانستان به عوامل بیرونی سپرده طبیعی است که مردم احتمالا اگر تقلب پیش بیاید و نفس کم بودن میزان اشتراک مردم برای مردم نگرانی خلق میکنه اما مجبور است مردم تحمل میکنند به دلیل از اینکه نتونستند در انتخابات اشتراک کنند اما بحث بحث جدی دیگر است که مردم وقتی اشتراک کنه یا او تعداد اشتراک کرده وقتی با رای از اینا بازی شوه و تقلب صورت بگیره در او صورت به هیچ وجه قابل قبول نیست برای مردم افغانستان که این بار افغانستان به او ظرفیت رسیده که در برابر خیانت در برابر تقلب استادگی میکنن از حق خود بازخواست میکنن حال ای که به هر دلیل مردم کم اشتراک کردن هم نگرانی هست حسرت وجود دارد اما خود مردم تحمل میکنن به دلیل که مشکلات وجود داشته ولی او تعداد که اشتراک کردن از حق خود مطمئن باشند که اینا دفاع میکنن و از حق خود مطمئنن اینا بازخواست خود کردن بله در مورد از این بگوین که چقدر وزارت داخله درباره تامین امنیت انتخابات را و همچنان نهادهای دیگه که مسئولیت تأمین امنیت را داشتن یا چقدر عملیات ها را انجام دادند و دانستن چقدر مراکز باز نگه دارن در روز انتخابات در میدان وردک متاسفانه من چندین بار یاد کردم که از لحاظ امنیتی ولایت میدان وردک یک روند رو به عقب داشته نسبت به سالهای قبل شما میبینید که از نه ولسوالی فقط دو ولسوالی در اختیار حکومت است هفت ولسوالی دیگر در اختیار طالب شما میبینید که از یک صد و شش مرکزی که باید در انتخابات فعال میشد در انتخابات پارلمانی مادرسیدن. فقط 64 مرکز اینا مواد انتقال داده و از امی 64 مرکز هم فقط 29 مرکز از انتخابات شده این در کل از 106 مرکز 29 مرکز مردم تانسته اشتراک بکنه دیگه متباقی همه ایسا یا جنگ بوده یا تحت تسلط طالبا بوده اینا فقط مواد انتخابات با الیکوپتر از طریق هوا بردن در ولسوالی پایین کردن در اونجا شاید 50 شست رای در خیلی جایا یا صد رای یا نیرای امنیتی رای دادن یا یکی به نحوی تقلب کردن که انوز بررسی شوا باید اما متباقی ساحه در اختیار طالبا بوده و در این ولایت طالبا فعالیت وسیع داره بله که در سطح افغانستان در روز انتخابات کدام حادثه صورت نگرفت چرا به دلیل که مساحایی که تحت تسلط از اینا بودن اینا انتخابات برگزار کردن اینا نتونستن که جایی را که طالبا چند روز پیش گرفتند، اینا عملیات کنند، پس و ساحه را آزاد کنن انتخابات برگزار بکنن نه ساحه محدود انتخابات برگزار کردن و حادثه نشده خب ما از نیروهای امنیتی تقدیر میکنیم اما در ولایت میدان وردک ای قابل قبول نیست این وضعیت واقعا وضعیت نگران کننده است بر علاوه مشکلات های فراوانی که برای مردم وجود داره ولی سوالی جلده چندین روز از جنگ است در محاصره است هیچ گونه اقدام صورت نگرفته بر علاوه تهدیدات اما انتخابات هم یک انتخابات غیر همگانی بوده در ولایت نتونستن نیرهای امنیتی در اولسوالی های در هفت اولسوالی تامین امنیت کنن و مردم اشتراک بکنن یک ضعف بسیار بزرگ است ما با صورت قاطع میگم که یک ضعف بسیار بزرگ است و ای ضعف مردم از حقش محروم کرده بلد. در مورد ازی بگوین دلایل بیشتر شدن ناامنی در ولایت میدان بردک چی است چرا دولت اقدام نمیکنه و چرا اقدام صورت نمیگیره در ولایت ما مم... م... البته یک ادعاست خدا نکنه اوتور باشه که مسئولین امنیتی با طالبا شریک باشه <applause> аммо заعф аз масъулини амнияти ст як одами бекифоят қумандони амнияи вилоят аст ки ҳеч тадбире надора аз рӯзе ки и одам да и вилоят омада вулусволиҳо баи ҳам суқут када равон аст ма вақте мегом ки идعо меша ки и шарик ас ба далиле ки аз к шоҳрои намбар дуи и вилоят толибо рӯзона к миллوн афғонӣ аз мардум ушр мегира и к миллوн афғонӣ як пули калон аст شاید 20 فیصدی پولم که روزانه دو لگ افغانی را برای امی شریک خود که در حکومت از بتن اینا سکوت میکنه شما از, از دو سال به ایسو میبینین که هیچ گونه اقدام برای بازپسگیری امی شهرهای نمبر دو و ولسوالی ها نشده هیچ اقدامی نشده متاسفانه برعکس ساحه در اختیار طالبا قرار داده شده رفته در اختیار قرار داده شده رفته یعنی احتمالا که اینا شریک باشند در اواید نامشروع طالبا اگر شریکم هم نیستن از بکفایتی بسیار بلندی برخوردار است شدیدا اینا ناکاراس ضعیف است ناتوان بکفایت شما من حیث وکیل میدان پرزک چه اقدام کردین در این وضعیت های نامنی و حضور کم مردم به انتخابات به دلیل نام بودن و با احتمال نبود شفافیت در انتخابات چه اقدام کردین؟ برای تامین امنیت دو گزینه است اولین گزینه حکومت است مراجع حکومتی امنیتی است که ما پی هم وزارت داخل و وزارت دفاع را حشدار دادیم از اینا خواستیم که تغییرات در ولایت به اقدامات مثبتی صورت بگیره که از طریق شورای ملی رسمی اقدام کردیم مکتوب داده شده خواسته شده در کمیسیون ها و خود ما همیشه مراجعه کردیم به آدرس های وزارت داخل و وزارت دفاع اینا رو در جریان ماندیم خبر کردیم از گزینه بعدی راه دوم خود مردم است در ولسوالی هایی که ما نفوذ داریم هماهنگی صورت گرفته و ما در چند مورد با همکاری مردم که در کنار نیروهای امنیتی استاد شدن جلو تهاجم طالبا گرفته شده جلو تهاجم تروریستا گرفته شده نمونه می ولسوالی جلریز خود ولسوالی در محاصر است اما طالبان میخواستند نیز ساحه خود وسیع سازن در مناطق دیگه ای که امنیت بود در اونجا ها اینا نفوذ کنن اینا حملات مسلحانه داشتن اما ما با همکاری مردم و هماهنگی بین نیروهای امنیتی و مردم محل جلوی تهاجم در بعضی نقاط گرفتیم و توقع ما پیام ما برای ولسوالی های دیگه هم همیست که مردم بسیچان مردم استاد شوند و خود مردم در کنار نیروهای امنیتی جلوی تروریست ها رو تا زمینه برای مردم مساعد شود اما در قسمت انتخابات متاسفانه تروریست ها ریشه گرفته در ها در چند روزی امکان از این نبود که ما فشار رو بر حکومت می آوردیم یا اقدامات می که امنیت مساعد می شد. با به دلیل ما پیام های خود به حکومت رسانده ایم اما امیدواری وجود نداشت. ما تأکید میکنیم تا زمانی که تغییرات در مسئولین امنیتی نه کدام امید برای بهبودی وضعیت در این ولایت نیست. گرچه از بحث یک دورم شدیم انتخابات بود و الان میخوایم این را بپرسم آقای راستاخت شما. اگر نتایج انتخابات قابل قبول بر شما و مردم نباشه چقدر مردم به انتخابات که دور بعد برگزار شوه میرن و رای میتن و باورمند به با ای هستند که تشکیل حکومت بر اساس رای خودشان بوده و اینا کسایی هستند که محروم شدن از حق رای دی که حق مسلم یا هر شهروند است چقدر ای تأثیر گذار است در دوره بعد؟ من احساس میکنم افغانستان در شرایط بسیار حساسی قرار دارد در شرایط بسیار حساسی ما دو راه در پیش رو داریم با انمی انتخابات سرنوشت افغانستان رقم میخورد یا دموکراسی باید دفن شوه که مردم پس برگرده افغانستان به شرایط خدای نخواسته قبل از دموکراسی یا یکی پس دوباره دموکراسی جان بگیره دموکراسی خب در سالهای اخیر مشاهده رفتارها و برنامه های بودیم که واقعا دموکراسی را اینا زیر پا کردن از بین بردن تخلف کردن اینمی انتخابات تین کنیم بس. اگر ولو میزان اشتراک مردم پایین بوده اما شفافیت انتخابات تأمین شوه تقلب نشوه به اراده مردم احترام گذاشته شوه با هر سطحی که اشتراک مردم است اما شفاف باشه مطمئن باشین مردم باورمند میشه و حکومتی که برگرفته از اراده مردم باشه همین حکومت تشکیل شوه مردم در انتخابات بعدی اشتراکات کردک روحیه میگیره مردم باورمند میشه انگیزه میگیره اگر برعکسش خدای نخواستم این انتخابات یک نتیجه نامطلوب داشته باشه اول خو سر از لحظه ای که یک نتیجه خلاف اراده مردم اعلان شد افغانستان احتمالاً به بحران خود رفته که دیگر انتخاباتی نخود داشتیم برعکس هم اگر مثل قبل ازی توسط فشارهای جامعه جهانی اینا یک حکومت نیمبند غیر از نتیجه انتخابات تشکیل شد مطمئنا در انتخابات بعدی کسی اشتراک نخود کرده که و هیچ کسی حتی در منطق مناطق خود اجازه نخود داد که یک انتخابات نمشروع برگزار شود بله خواستان در خیر خواستان از کمیسون های انتخاباتی چی من من نمونه از ولایت میدان دارم البته ن... واقعا متاسفم نگران از هستم که مردم اشتراک نتونستم در سطح وسی اما در امی فیصدی پایین میزان کمی که اشتراک کردن нишон мета ки тақалуби васеи сурат нагирифта ма орзу дорам як баррасии хуб шава ва воқеа мطобиқи стандартҳои таҳд кардаи комиссиوни اнтхобот натиجара но муҳосиба кунан амوи ки орои бидуни бاйометрик бидуни шиносои чҳра ино эعтбор дода нашава ва таъкиди мо бар комиссиوни اнтхобот амист در برابر هر گونه فشار در برابر هر گونه توتی استاد شوند و واقعا اما معیارات لازمه برای آرای پاک و اراده مردم مد نظر و یک نتیجه مطلوب برای مردم افغانستان را سلامت باشین تشکر از اینکه به برنامه حضور یافتین خواهش میکنم تشکر از شما سلامت باشین زنده باشین از آن میریم یک میان برنامه و در ادامه برنامه مرام را باشید